امروز سومین رویداد جانبی سودوین طی سیومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو با تمرکز بر موضوع انتخابات آزاد و منصفانه در ایران برگزار می شود. اولین سخنران ما آقای پرویز دستمالچی، فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه برلین و نویسنده 25 کتاب در زمینه‌های حقوق بشر، دموکراسی، نقد قانون اساسی، نقد اندیشه‌های روشنفکران دینی و تروریسم حکومتی و ترجمه 5 کتاب از جمله می‌دانم که هیچ نمی‌دانم از کارل پوپر هستند. بفرمایید. با سپاس از بنیاد زودبین برای دعوت، با اجازه ریاست محترم جلسه و با اجازه حضار محترم، موضوع صحبت امروز من در رابطه با سلب حق حاکمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. چرا به این مسئله میپردازم؟ به دلیل اینکه تساوی حقوقی همه انسان‌ها در برابر قانون و به اضافه حق حاکمیت ملت در انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم از حقوق به رسمیت شناخته شده اعلامی جهانی حقوق بشر هست و میخواهم بگویم چرا قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولاً و در اساس با اعلامی جهانی حقوق بشر و حق حاکمیت ملت در تضاد. من در این بررسی که در اینجا خواهم کرد فعلا به اندیشه ولایت فقیه و ریشه های اون که اصولا حق حاکمیت رو از آن خدا میدونه کاری ندارم و به مقدمه قانون اساسی هم کاری ندارم، بررسی نمی کنم برای اینکه وقت اجازه نمیده. به همین دلیل به اساسی ترین نهادها و ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی خواهم پرداخت و اونو یک بررسی اجمالی خواهم کرد. در نتیجه مهمترین نهادها و ارگانهای پیشبینی شده در قانون اساسی از بالا به پایین عبارتند از شورای خبرگان رهبری که در اون 86 مجتهد میشینند. چرا شورای خبرگان رهبری بالاترین و عالیترین نهاده؟ برای اینکه رهبر مذهبی نظام رو انتخاب میکنه. بعد رهبر مذهبی نظام هست یا رهبر مذهبی سیاسی نظام هست، ولی امر هست که در واقع بنابر اصول گوناگون قانون اساسی و از جمله اصل 109 قانون اساسی تقریبا تمام قدرت سیاسی در دست ولی فقیه. بعد شورای نگهبان هست که شورای نگهبان دارای 12 عضو، 6 فقیه و مجتهدی هستند که منتخب رهبر مذهبی نظام هستند و 6 حقوقدان مسلمانی که غیر مستقیم منتخب رهبر مذهبی نظام هستند. بعد رئیس قوه قضایی هست که یک مجتهد منتخب رهبره. رئیس دیوان عالی کشور هست که یک مجتهد منتخب رهبره. و بعدم دادستان کل کشور هست که یک مجتهد منتخب رهبره. به اضافه مقام ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص من در بررسی اول این نهادها رو دو بخش میکنم. یک بخشی که مستقیماً فقط فقها و مجتهدان اجازه دارن در اون انتخاب بشن و مختص اونهاست که گفتم شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری شورای نگهبان، رئیس قوه قضایی است، رئیس دیوان عالی کشور و همچنین دادستان کل. این نهادهای اساسی به عنوان بالاترین و مهمترین نهادها فقط در اختیار فقها و مجتهدانه. ما موقعی که میگیم که فقط در اختیار فقها و مجتهدانه به این معناست که خدمت شما عرض میکنم، یک
تمام کسانی که پیروان سایر ادیان در ایران هستن به غیر از اسلام حق انتخاب شدن در اونجا ندارن، یعنی زردشتیان، یهودیان، مسیحیان و غیره که همه اینها شهروندان ایران هستن و با کاری رو که میکنن و مالیاتی رو که میپردازن در واقع تامین کننده تمام نیازهای جامعه هستن به عنوان یک بخش. دوم این که ما در ایران 15 تا 20 میلیون اهل سنت داریم، بعضیا میگن 10 تا 15 میلیون، حالا مهم نیست، بگیم 15 میلیون وسط. اینها همشون زن و مرد، روحانی و غیر روحانی، از حق انتخاب شدن تو این نهادها محروم هستند. بعد 50 در چرا؟ چون اهل سنت اصولا نه مذهب شیعه رو قبول داره و نه مجتهد و فقیه به این معنا داره. بعد 50% جامعه یعنی زنان از حق انتخاب شدن توی این نهادها محروم هستن به دلیل اینکه فقیه و مجتهد نیستن. مجتهد که نمیتوانن باشن، فقیه هم فعلا اونطوری نداریم تا حالا که نشده. اینا 50% جامعه. شما اگر که مسلمان باشید، شیعه 12 امامی باشید، مرد باشید، پیرو به ولایت فقیه باشید، افرادی مانند مثلا تیمسار، پاسدار، نقدی، نظری و غیره هم باشید که از اینها نزدیکتر به نظام کسی دیگری وجود نداره، باز هم از حق انتخاب شدن در این نهادها محروم هستید. چرا؟ چون فقیه و مجتهد نیستید. این نهادها فقط در اختیار فقها و مجتهدان. حالا اگر که فرض بکنیم جامعه ایران 80 میلیون جمعیت داشته باشه که کمتر داره، و اگر فرض بکنیم که تعداد فقها و مجتهدان در ایران 80 هزار نفر باشه که بسیار کمتره، به این دلیل اینا رو من این رقم رو اینطوری روند گرفتم که تقسیم باید باشه، در واقع 99.9% ملت ایران از حق انتخاب شدن نه انتخاب کردن، از حق انتخاب شدن در اساسی ترین و بالاترین نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی محروم هستند. فقط به دلیل اینکه فقیه و مجتهد نیستند. گفتم نهادهای جمهوری اسلامی یک بخشش نهادهایی است که فقط در انحصار فقها و مجتهدان است، و یک بخشش نهادهایی است که دیگران هم بعضاً می توانند در اون شرکت کنند، که من الان به اون بخش می پردازم که اونها هم جنبه نمایشی داره، ظاهری داره، برای اینکه آنچه که مربوط به قدرت هست در اختیار اونها نیست، بلکه فقها و مجتهدان تعیین خواهند. یکی از این نهادها مجلس شورای اسلام است که بنابر قانون قاعدتاً هر کسی، هر شهروندی می تواند به اونجا وارد بشود. یعنی در اونجا انسان رو به مسلمان و نامسلمان، شیعه و اهل سنت، زن و مرد و فقیه و مجتهد تقسیم نمی‌کنند. اگر فرض کنیم که جامعه رو از نظر سیاسی به خودی و غیر خودی تقسیم نکرده باشن، اگر فرض بکنیم که نظارت استصوابی بر انتخابات وجود نداشته باشه، اگر فرض بکنیم که آزادی مطبوعات وجود داشته باشه، یعنی تمام پیش شرط‌های انتخابات دموکراتیک بر فرض باشه که چنین نیست، همه میدانیم، ولی فرض میزن، و ملت 290 نماینده برای مجلس انتخاب میکنه، اما ببخشید من اینا رو اما مجلس شورای اسلامی
بدون شورای نگهبان اصولاً اعتبار قانونی نداره. یعنی 290 نماینده فرض بر این بذاریم که منتخب آزاد ملت در برابر 12 نماینده منتخب مستقیم رهبر و غیر مستقیم رهبر اصولاً اعتبار قانونی نداره. یعنی اگه این تشکیل نشه مجلس شورای اسلامی اصولاً منتفی است. دوم، تمام مصوبات مجلس میبایستی از نظر تطابق با موازین اسلام به شورای نگهبان فرستاده شود. یعنی آنچرا که نماینده‌های مجلس انتخاب میکنند، نماینده‌های ملت میبایستی برود به پیش نماینده‌های رهبر تا اونها بگن این قانون‌گذاری درست هست یا نیست. تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان یعنی 4 فقیه. در نتیجه مجلس شورای اسلامی چنین می شود: 290 نماینده ملت در برابر 4 فقیه منتخب رهبر در شورای نگهبان. اگر بر فرض میان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس بر سر قانونی اختلاف بشود و به توافق نرسند، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام رو پیش بینی کرده. با توجه به اینکه اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رو رهبر تعیین میکنه، در نتیجه قانونگذاری در کشور عملاً چنین می شود: 290 نماینده مجلس در برابر 4 فقیه شورای نگهبان، در صورت دعوا و اختلاف 290 نماینده مجلس در مقابل مجمع تشخیص مصلحت نظام که باز هم این بار منتخبان رهبر هستند. در نتیجه ما با نهادی در جمهوری اسلامی روبرو هستیم که هر چند مجلس شورای اسلامی که هر چند مستقیم در دست فقها و مجتهدان نیست، ولی قانونگذاری عملاً با 4 فقیه یعنی اکثریت فقهای شورای نگهبان یعنی 4 فقیه منتخب رهبر و یا با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که همشون منتخب رهبر است. در نتیجه در قانونگذاری هم مسئله حق حاکمیت ملت ایران اساساً قانوناً رسماً و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر سر شد. میماند مقام ریاست جمهوری، که مقام ریاست جمهوری طبق قانون اساسی فقط در انتصار فقها و مجتهدان نیست، اما در اونجا آمده است که رئیس جمهور میبایستی از رجال مذهبی و متحد به مذهب رسمی کشور باشد. رجال جمع رجله. رجل دو معنا داره، یکی شخصیت، یکی مردان. در نتیجه رئیس جمهور یا میبایستی از شخصیت‌های مذهبی کشور باشه و یا از مردان مذهبی کشور، به اضافه اینکه متعهد به مذهب رسمی کشور باشه، یعنی شیعه 12 امامی باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که کسانی که مسلمان نیستن ولی ملت ایران هستن از حق انتخاب شدن به عنوان مقام ریاست جمهوری محرومن. 1-2، تمام کسانی که اهل سنت هستند، 10 تا 15 میلیون جمعیت ایران که ملت ایران هستند و با کار و زندگی و مالیاتشون جامعه رو میسازند، اینها چون مذهب رسمی کشور شیعه 12 امامی است و رئیس جمهور میبایستی متعهد اون باشه، نمیتوانند انتخاب بشه من به عنوان مقام ریاست جمهوری. به اضافه این که
50% جامعه نمیتوان، زنان نمیتوانند به مقام ریاست جمهوری برسند، چون میبایستی رئیس جمهور از رجال، یعنی از شخصیت‌های مذهبی و یا مردان مذهبی باشه که ما اینا رو فعلا نداریم. به اضافه این که بنابر قانون اساسی رئیس جمهور پس از مقام رهبری شخصیت دوم اجرایی کشوره که میبایستی سیاست‌های کلانی رو که رهبر مذهبی نظام تعیین میکنه اون اجرا بکنه. به همین دلیل شما میبینید که در دوران به عنوان مثال آقای خاتمی با وجود آرای بسیار بالایی رو که آورده بود، در نهایت خودش این جمله خودشه گفت من به عنوان رئیس جمهور فقط نقش تدارکچی رو دارم. شما میبینید که در زمان آقای روحانی که اکثریت ملت ایران فرض بر این بذاریم در انتخابات آزاد غیر انتخاب شده باشه، چون یه اصطلاحی در ایران مد شده میگن انتخابات مهندسی شده، یعنی تقلب کردن، انتخابات مهندسی دیگه نمیخواد که، ولی این اصطلاح قشنگ رو آوردن نه. ولی فرض کنیم مهندسی شده نباشه، اکثریت رأی ملت رو آورده، موقعی که یک رئیس جمهوری اکثریت رأی ملت رو میاره با رعایت حقوق اقلیت میبایستی سیاستگزار اون باشه، نه اینکه موقعی که ایشون یه حرفی میزنه یه فرمانده سپاه شلوش بیسته. فرمانده سپاه منتخب رهبره، مشروعیت و قانونیت و حقانیت از طرف ملت نداره. در تمام کشورهای دموکراتیک نیروهای نظامی و انتظامی زیر نظر سیاستمداران هستند. چرا؟ به دلیل اینکه سیاستمداران هستند که منتخب میشوند از طرف ملت و اونها میاسی زیر نظر این باشن، این دستگاه اطلاعات یا امنیت و غیره. در نتیجه ما با قانون اساسی جمهوری اسلامی شرایطی باهاش روبرو هستیم که بعضاً اصولاً 99.99% جامعه رو از حق انتخاب شدن در اون نهادها محروم کرده، بر فرض انتخابات آزاد، بر فرض و نبودن نظارت استثنایی. بعضاً آنجایی که این محدودیت برای فقها و مجتهدان مستقیماً وجود نداره، غیر مستقیم هم قانون گذاری هم قوه اجرایی در دست فقها و مجتهدانه، قوه قضایی که کمپلت. حالا اگر بخوام صحبتامو جمع‌بندی بکنم، به آنچه را که گفتم این را هم اضافه بکنم که بنابر اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و غیره و مانند اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان، اون چهار فقیه منتخب رهبر. حقوق بشر و حق حاکمیت انسان در واقع دستاوردی است که دموکراسی‌های مدرن روی اون بنا میشن. نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله حقوقی تقسیم میکرد، سیاه یا سفید. شما اگه سفید بودی از همه حقوقت بهره‌مند بودی، اگه سیاه بودی محروم بودی. جمهوری اسلامی حداقل انسان‌ها رو در برابر قانون به 7 مقوله حقوقی تقسیم می‌کنه و به تناسب اونها امتیاز میده و تبعیض می‌ذاره. از فقها و مجتهدان که از تمام حقوق بهره‌مندن و انحصار قدرت دارن تا کسانی که واجب القتل هستن. در واقع انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی برگشت به پیش از انقلاب مشروطیت ایران هست در رابطه با آنچه که حق حاکمیت ملت هست
و برگشت به پیش از انقلاب فرانسه است که برای اولین بار حق حاکمیت ملت در اونجا به رسمیت شناخته میشه. به اضافه این که برخلاف تمام نظام‌های دموکراتیک که تقسیم و کنترل قوا وجود داره، در جمهوری اسلامی علاوه بر این ظاهری که وجود داره، تجمیع و تمرکز قوا وجود داره و حکومت دارای ایدئولوژی و مجموعه اینها دست به دست در میدن که جامعه و حکومت رو میبره به طرف یک نظام تامگرا که با در نظر گرفتن شرایط جهانی و غیره تن به یک سری به اصطلاح بازیای دموکراتیک میده. و ولی از جمله با مثلا فرض کنید که نظارت استصوابی، این شاه کلید همین الان جمله رو تمام میکنن، نظارت استصوابی بر انتخابات شاه کلید حفظ قدرت فقها و مجتهدان، یعنی اصولا رادیکال ترین و مرتجع ترین بخشای اصولگرایان هست که از اون استفاده کردن در شورای خبرگان رهبری نشستن. و در نهادهای دیگه توجه بکنید که در شورای خبرگان رهبری که رهبر رو انتخاب میکنه و عالی ترین و دستگیری بین المللی داره و افرادی این دوری قربان علی دوری نجف آبادی که مسئول و دستور دهنده قطعهای زنجیره‌ای در ایران است. از توجه شما بسیار سپاسگزارم.